سلام به شما عزیزان، شما را به یکی از دروس کالج حیات نو خوش آمد میگم. در ادامه دروس ما درباره درک تئولوژی فیض و درک عمیق کار خداوند در آوردن نجاتش از طریق عیسی مسیح و کاربردش در زندگی شخصی شما این دروس را ادامه میدیم. در درس‌های قبلیمون ما درباره این صحبت کردیم که میوه‌های روح القدس در غلاطیان 5 22 و 23 چی هستش. اگه کسی میتونه کتاب مقدسش رو باز کنه و میدونه غلاطیان 5 22 و 23 چی هستش، ما درباره این میخوام یه چند دقیقه صحبت کنیم. در غلاطیان پولس رسول برمیگرده و اعلام میکنه که یه میوه‌هایی هست که از روح القدس جاری میشه، یه میوه‌هایی هستش که از جسم جاری میشه. کسی که غلاطیان رو داره، اگه ندارید من سریع خودم چیز میکنم. صفحه نیست، 5 22 و 23، من برات میخورم. اما ثمره روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی و وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. اوکی، ثمره روح، ثمرات روح چیه؟ فروتنیه، خیشتنداری، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی و وفاداری. این ثمرات روح در زندگی ما در واقع نتیجه و کار روح القدس هستش که در ما هست. ولی تمام اینها رو جمع‌بندی کنی به کجا ربط میشه؟ مهربانی چیه؟ از محبت جاری میشه. نیکویی از کجا جاری میشه؟ از محبت جاری میشه. درسته؟ فروتنی و خیشتنداری از کجا جاری میشه؟ از محبت جاری میشه. خب؟ شادی از کجا میاد؟ از محبت میاد. به یک کسی محبت زیاد کن، شادتر میشه. به یک کسی عصبانی باش، دائماً باش دعوا کن، ناراحت میشه. خیلی طبیعیه. تمام میوه های روح القدس به یه جا برمیگرده، به محبت. محبت چیه؟ محبت از کجا میاد؟ یا عمل کرده محبت چیه؟ اگه میخوام به یه نفر محبت واقعی بکنم، باید بهش فیض بدم. فیض چه معنی داره؟ محبت بدون قید و شرط، محبتی که شخص شایسته دریافتش نیست. پس مهمترین یا تنها روش محبت که واقعا محبت واقعیه، اسمش فیضه. چون هر محبت دیگه‌ای که در دنیا میشه با قید و شرط میاد، ولی محبتی که هیچ نوع زنجیری بهش وصل نیست، هیچ نوع قید و بندی نداره، هیچ نوع رابطه‌ای به عملکرد شخص گیرنده نداره، ما بهش میگیم فیض. اوکی؟ بعد چنین محبتی به من و شما شده، ولی چون این محبت چنان عمیق و چنان عظیمه و چنان ماورای درک انسانی ماست، ما باش مشکل پیدا میکنیم. چون یه جایی به ما یاد دادن در کلیسا هم همینطور که بابا نمیشه که اینجوری، تو هم بس کاری بکنی، اگه کاری نکنی که نمیشه. درسته؟ و برای همین فیض برای کلیسا چالش میشه و برای همین هستش که درک فیض برای یه مسیحی بزرگترین و سختترین چالش ایمانیشه، باور کردنش. وقتی شخص میگه من ایمان دارم، در واقع به چه چیزی ایمان داره؟ اولین چیزی که مسیح جواب میده که من ایمان دارم که عیسی مسیح رو صلیب برای من جان داد و گناهان من رو پاک کرد. بله، ولی به چه چیزی ایمان داری؟ من به خداوند خدای پدر آسمانی روح قدس ایمان دارم. آره، ولی به چه چیزی ایمان داری؟ به این ایمان دارم که اونقدر خداوند مرا دوست می‌داشت که با اینکه گناهکار بودم و در گناه بودم و با اینکه بارها هم گناه خواهم کرد، با این حال منو دوست خواهد داشت و مرا خواهد بخشید. فیض او برای من بس کافی است. That's what I believe in. That's my faith. این ایمان منه. آیا ایمان دارم؟ آیا ایمان من میتونه من رو در سختی هم بکنه؟ تو چه چیزی میتونی ایمان داشته باشی وقتی که در میان بدترین سختی ها قرار گرفتی؟ به این که یکی دوستت داره و هنوز حواسش به تو هست. That can carry you. ما میتونیم بگیم خدای قدرتمند. خب من به خدای قدرتمند ایمان دارم.
خوبه، ولی اگه به خدای محبت ایمان دار بیشتر بشی بهتره، چون محبت میتونه تو رو از همه جا هم بکنه که قدرت نمیتونه. شنیدین چی گفتم؟ قدرت نمیتونه همه چیز رو حل کنه تو زندگیتون، ولی محبت میتونه. قدرت میتونه مشکلات رو حل کنه، ولی درونتون رو نمیتونه عوض بکنه. قدرت میتونه معجزه بکنه، ولی محبته که میتونه آرومتون کنه. قدرت میتونه مسائل خانوادگی رو تا یه حدی مثلا شاید حل کنه، یکی رو نجات بده شاید. قدرت رو ما همیشه دنبال قدرتیم. تو کلیسا به ما یاد دادن که دنبال قدرت خدا باشیم، ولی کسی به ما یاد نداده که دنبال محبتش باشیم. ولی باید دنبال محبتش باشی، چون اگه محبتش رو پیدا کنی همه چیز رو پیدا کردی. ولی اگه قدرتش رو پیدا کنی یه روز هست و فردا نیست. خیلی از کلیمیا بودن و یهودی ها بودن که دنبال مسیح را می رفتن و به دنبال معجزاتش بودند، ولی هیچ کدوم از اون معجزات آخر سر امت بنی اسرائیل رو عوض نکرد، به خاطر اینکه قدرت نمیتونه شما رو عوض بکنه. خیلی از شماها با رویاها و خوابها ایمان آوردید. اون خوابها و رویاها در واقع قدرت خدا برای حرکت یک جانبه آسمان در زندگی یک شخصه، ولی نمیتونید تو ملکوت خدا باقی بمونی درست مگه اینکه یه روزم با محبتش آشنا بشی. و میای کلیسا، البته تو ایران کلیسا زیاد نیست دیگه، میای تو کلیساها معمولا و با یه مش آدم در و داغون روبرو میشی که خودشون هم در و داغونن و محبت کردن رو بلد نیستن و میخواین از اونها محبت بگیری و نمیتونی، چون نمیتونن. کسی که چیزی رو خودش نداره نمیتونه به دیگری بده. You can never give someone what you don't have. If you don't have love in you, you can't give love. پس یه مش آدم درب و داغونی که خودشون توهی از محبتن میخوان به دیگری هم محبت کنن و نمیتونن. بعد مسیحی میاد تو کلیسای ایرانی، البته این در بیشتر از خارج ایران خیلی بیشتر صحت داره، طرف بعد از 2 ماه 3 ماه میگه با این مسیحای ایرانی هم که اینجوری هن که چرا آدم نباشه تو کلیسا بهتره؟ چرا؟ چون از اونها انتظار داره. کاری که من دخوام در کلیسا انجام بدم اینه که اون ایماندارا رو چنان مملو از محبت پدرشون کنم که بتونند محبت پدر رو نشون بدن. اون وقت کلیسا میمونه، چون دنبال چون قدرت خدا نیست. با معجزه خیلی از شما میان تو کلیسا. کلیسای ایران پر از معجزات خداست، ولی توهی از محبت خداست. اینو هم بهتون میگم، کلیسای ایران پر از معجزات خداست، ولی توهی از محبت خداست. چون ایرانی خورد شده، زخمی شده، کتک خورده، متهم شده، دزدی ازش شده، زندان رفته، برکنارش کردن، هر بلایی که فکر میکنی سرش آوردن، بهش تجاوز شده، تو بچگی بهش گفتن تو هیچی نیستی، طرز بزرگ کردن خیلی از بچه های ما، لعنتی، غیره و غیره، خیلی حرفا رو مون گذاشته شده، اصلا فرهنگمون یه جایش خرابه. نصف حرفامون تو زبان فارسی دروغه، بهش میگیم چی؟ تعارف. پس عادت داریم دروغ بشنویم و دروغ بگیم، لفظ زبانمونه. به هیچ کی اعتماد نداریم، به هیچ کی اعتماد نمیتونیم بکنیم. تازه اینجور آدم میاد با قدرت خدا یه دفعه از دنیای تاریکی وارد ملکوت خدا میشه و ما انتظار داریم که فردا بتونه محبت کنه. نمیتونه مگه اینکه با محبت خدا آشنا بشه و بتونه باورش کنه که محبتی هست ما برای ضعف خودش، محبتی از ما برای ضعف دیگران. اوکی؟ برای همین درک فیض خیلی مهمه. فیض میتونه چه کار بکنه؟ یک شخص مریض رو سالم کنه. تعلیم میتونه این کار رو کنه؟ اصلا. تئولوژی میتونه این کار رو کنه؟ ابدا. 10 تا کنفرانس بیا، 10 تا معلم برات بیاریم تئولوژی بهت درس بدن، It's a waste of time.
waste of time teaching theology when somebody doesn't understand love. به خاطر اینکه محبت زیربنای تئولوژیه. It is the foundation of theology, sound theology. Love. کلام خدا درباره اول یوحنا چی میگه؟ خدا محبت است. محبت فیضه. خدا فیض هست. محبت واقعی فیضه. ترجمهش. God is love. God is grace. خدا محبت است. خدا فیض است. در کتاب مقدس میگه که فیض و راستی با هم دیگه یکی هستن. Okay? Grace and truth. فیض و راستی با هم یکی هستن. گوش کنید. خیلی مهمه. فیض و راستی با هم دیگه تو کتاب مقدس میان. یکی هستن. اگه فیض رو بشناسی حقیقت رو هم خواهی شناخت. و چون حقیقت رو بشناسی حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. If you know his grace, you will know the truth and the truth shall set you free. برای چی با گناه داری جنگ میکنی تو زندگیت؟ به خاطر اینکه حقیقت رو نمیدونی. چون نمیدونی چقدر دوست داشتنی هستی. فکر میکنی یه دونه آدم گناهکاری هستی که خدا نجاتت داده و حالا بس با این گناه تا آخر زندگی زندگی کنی و یه مش کتابم میخونی که میگه آقا 7 متدولوژی که بر گناه غلبه کنی، 3 متدولوژی که چیکار کنی دیگه این کار رو نکنی، بعد دعا میکنی دوباره میافتی، دعا میکنی دوباره میافتی، دعا میکنی دوباره میافتی، دعا میکنی دوباره میافتی، توبه میکنی دوباره میافتی، توبه میکنی و کلیسا از دستت خسته میشه و خودت از دست خودت خسته میشی و خدا از دست تو میگه خسته شده، ولی خدا از دست تو خسته نمیشه. و اشتباه فکری ما این هستش که فیض محدودیت داره. فیض بی انتهاست چون خدای من بی انتهاست. Grace is eternal. ابدیه and unlimited. بی انتهاست. تو درکش نمی کنی. و چون درکش نمی کنی نمیتونی بپذیری، خودتو دائما محکوم میکنی. بعد یه جور زندگی میکنی که از یه طرف به دیگری میخوای بشارت محبت بدی ولی خودت در عذابی. چجوری میتونی دیگری رو کمک کنی اگه خودت آزاد نیستی؟ این صلیبی که دور گردن میندازیم چه معنی داره اگه این صلیب برای ما آزادی نیست؟ اوکی؟ عمیق شده مقدار. این تئولوژی فیضه. به این میگن تئولوژی فیض. مردم میان درس میدن تو کالج ها درباره تعمید چیه، آتش روح القدس چیه، برگشتن عیسی مسیح چیه، برمیگردن درباره این که عطایای روح القدس چیه. اینا رو همه رو درس میدن. اینا طبقه 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ساختمون هن. ولی اگر زیر بناش درست نباشه این ساختمون فرو میریزه. It will lose its foundation. و اگه فیض خدا درست درک نشه هر ساختمونی که روش بنا کنی بالاخره فرو میریزه. میدونید توی کلیسای خارج از ایران که کلیسا، یعنی توی جماعتهای ایرانی که ایماندار هستن خارج از ایران، معمولا همونقدر تعدادی که وارد کلیسا میشن در عرض یک سال از کلیسا در میرن. یه لوله‌ای هستش که توش یه جایی رو شکافتی، آب از یه طرف میاد، همونقدری که آب داره واردش میشه از یه طرف هم آب داره چی میشه؟ ازش در میره. هیچی جمع نمیشه. هیچی جمع نمیشه. زخمی های کلیسای ایران بیشتر از ایمانداراش دارن میشن. به خاطر اینکه زخم خوردن و زخمی شدن. اوکی. میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم شفا رو تجربه کنیم. و میخوایم عاملینی باشیم که در کلیسای ایران غیر ایمانداران بتونن به طرف شما بشتابند و در شما آرامش بگیرند. به عیسی مسیح متهمش کردن، گفتن دوست گناهکاران، the friend of sinners. بله، دوست گناهکاران بود. چرا؟ چون محبت ایجاب میکرد که افراد رو بر طبق اعمالشون قضاوت نکنه، بلکه بر طبق دل پدری که او را فرستاده بود ببینه. چجوری خدا شما را نجات داد؟ گفت وقتی ما حتی گناه، کلام خدا میگه حتی وقتی ما خود گناهکار بودیم او ما را چیکار کرد؟ پیدا کرد، ما را نجات داد.
پس نمیتونست بر طبق اعمالتون شما رو قضاوت بکنه. وقتی شما رو پیدا کرد، اعمالی که میکردید معیار محبت خدا نبود. Even when we were sinners, he sought us out. وقتی ما گناهکار بودیم، او ما رو جستجو کرد، ما رو پیدا کرد، به دنبالمون اومد. و یه دفعه هم سوال نکرد که تو چیکار داری میکنی؟ وقتی که حتی در اعماق اوج گناهت بودی، گوش کن، تو رو پیدا میکنه و از تو هیچی نمیخواد. درسته؟ چیزی خاص از ما که نجاتمون بده؟ ها؟ وقتی ما میخوام با یه نفر دعای نجات بخونیم بهش میگیم ببین بس این شش تا کار رو بکنیم تا نجات پیدا کنیم. ما نمیگیم، ما میگیم همون جوری که هستی بیا. ولی درست بعد از اینکه قدم اول برمیداری میگه حالا نه، حالا که ایمان آوردی کندیسیونای خداست، حالا شش قدم رو بس بیای. چرا قبل از اینکه ایمان بیاره هیچ محبت محدودیتی نداشت، ولی بعد از باور محدودیت پیدا میکنه. منطقیه؟ نه، ولی سیستم کلیساست. محبت به اعمال ما ربط نداره. محبت محبته. فیض، کلام خدا میگه ما نجات پیدا کردیم بهر فیض، به خاطر ایمان، نه به خاطر اعمال ما، چون شخصی به خود نبالد. پس اگر بدون این که اعمال شما معیار نجاتتون باشه خدا شما را بخشیده، نمیتونه اعمال شما بعد از اینکه نجات پیدا کردید اون محبت رو کاسته کنه. ولی طرز فکر یک شخصی که از بد و شریعت و اسلام و هر جور دین و فلسفه ای اومده اینه، آره خدا منو دوستم داره، ولی اون ولی ها رو بس از زندگیتون قیچی کنید، چون اون ولی ها از خدا نیست. Those ifs are not there. Okay? Alright? به یه نفر داشتم میگفتم کلیسا مثل بیمارستان میمونه. خب؟ خود اون آروم میکنیم. یه سری میان تو بیمارستان، آقا سرطان حاد داره، خوبش میکنن، سالم میاد بیرون. هللویا. یه سری میان بیمارستان، سرطان حاد دارن، میگن آقا ما نمیتونیم کار بزرگی برای شما بکنیم، ولی بیا این قرصا رو بخور، دردتو کمتر میکنه تو بمیری. قبول دارین؟ یه سری هم میان بیمارستان، هیچ وقت از بیمارستان نمیان بیرون. همه جور آدم میاد تو کلیسا، بعضیا عوض میشن، بعضیا نمیتونن عوض بشن، دردشون یکم کمتر میشه، ولی تا آخر عمرشون باز گناه میکنند. بعضیا هم میان تو همون آن میرند. محبت خدا یکسانه. نمیتونیم به اینا نگاه کنیم و بگیم خدا اینو دوست نداشت، اینو کمتر دوست داره، اینو بیشتر دوست داره، چون این عوض شده، خدا بیشتر دوستش داره، برای همین شفا پیدا کرد. این چرا نمیتونه خودشو عوض کنه؟ من ایمانش ضعیفه. همه اینها رو براش جور میکنیم و جمع میکنیم و تئولوژی براش درست میکنیم، فراموش میکنیم که خدا خدای محبت، همه جور بچه داره، همه جور فرزند داره. بعضی بچه‌ها حرف گوش می‌کنن، بعضی بچه‌ها حرف گوش نمی‌کنن، بعضی بچه‌ها خیلی شیطونی می‌کنن، بعضی‌ها حرف گوش کنن و درس خونن. مگه همه بچه نیستن؟ چند نفر اینجا پدر مادری؟ دستتون رو بلند کنید. اوکی، شما چند تا بچه دارید؟ دو تاشون یکی ان؟ با هم دیگه خیلی فرق می‌کنن؟ شما زن و شوهر هستین؟ شما دو نفر یه جور بزرگشون کردید؟ بهشون یه جور محبت کردید؟ یکیشو کمتر محبت که نکردید؟ اوکی، چرا نه اینقدر با هم دیگه فرق میکنن؟ ها؟ ملکوت خدا. هیچ دو نفر تو ملکوت خدا یکی نیستن. یکی اطاعت بیشتر میکنه، یکی کمتر اطاعت میکنه. یکی همون آن عوض میشه، یکی هیچ وقت عوض نمیشه. به شما چه؟ به من چه؟ اصلا به کلیسا چه؟ بین پدر خودش هستش. اگه یکی بیاد بهش بگه چرا بچه اینجوری رو میکنه، بزن میزنم تو سرش، ها این مرد میاد درخت طرف رو میاره. چرا؟ چون بچهشه. قضاوت مکنید مگه اینکه قضاوت بشید. وقتی به بچه خود بابا میگی حقش نیست که این کار رو بکنی، میزنم تو سرت، ها تو کلیسا همون بابا هستش که جلوت وامیسته. یاد بگیر، یاد بگیر
محبت اینه. ولی اگه من برگردم بهش بگم خوب هست که اگه بتونی این کمک رو برای بچه بکنی، اون گوش میکنه، چون با محبت بهش چیزی گفتم. فرقش میبینی؟ میتونم کمکش کنم، ولی طرز محبت کردن من اثر داره روش. ما کارمون این نیستش که مردم رو کتک بزنیم، محکوم کنیم، متهم کنیم، بهش میگیم ضعیف هستی، نمیتونی، این چه جور آدمی هستی که هستی. کارمون اینه که طرفو بلندش کنیم. یه مش آدم دیگه دارن با لگد میزننش، حداقل یه نفر بیاد و بلندش کنه. یا کار مسیحی هم همینه، بلند کردنه. اوکی؟ اینا همه مقدمه های حرفایی بودش که قبلا زدیم، ولی فکر کردم که برای شما عزیزان و برای کلاسی که داره میاد. خب مرد، یادتون هست اون داستانی که در مرقس 2:5 هستش که یک شخصی هستش که فلجه و دوستاش میگن آقا ما میدونیم مسیح اومده و بیایم کمکش کنیم. میان، ازدحام زیاده، طرف رو بستر بیماریشه، چه کار میکنن؟ بالای سقف رو باز میکنن و شخص از بالای سقفش میارن پایین و بعد عیسی مسیح شخص رو میبینه که میبینه طرف فلجه، چون دارن از سقف پایینش میارن، طرف ولو شده رو تخت خواب، ولی اولین حرفی که به این مرد میزنه میگه گناهان تو بخشیده شد. نمیگه آقا شفا پیدا کن راه رو. اولین حرفی که میزنه میگه گناهان تو بخشیده شد. پس اولین کاری که میکنه محبت رو میده، نه قدرت. چون محبت بزرگتر چیه؟ بخشیدن گناهانشه. اول محبت میاد، بعد قدرت میاد. بعد همه میگن آقا، بعد وقتی که شک میکنم بهش میگن چرا اینو معذرت میخوام شفا ندی؟ یعنی چه؟ بعد که زمزمه های مردم میشه میگه به خاطر اینکه بدونید خداوند مرا فرستاده، حالا بستر خودت رو بردار و برو. ولی میدونه، مسیح میدونه کدوم مهمتره، مسیح میدونه کدوم مهمتره. بزرگترین معجزه‌ای که برای شما شده فیض خداست. بزرگترین معجزه‌ای که شده فیض خداست. نرفتنتون خارج از ایران، نرفتنتون به آمریکا، نه مشکلات مالتون حل شدن، نه مشکلات خانوادتون حل شدن، نه اینکه دستت خدا پر کنه، نه اینکه اینجا این بشه، نه اینکه اونجا اونجوری بشه. بزرگترین معجزه‌ای که خواستی دریافت کردی. تو میدونی یا نمیدونی؟ ولی بیشتر ما ایرانی دنبال معجزه بعدی هستیم، چون اولی برامون ارزشش اینجوریه. چون اگه بتونم خودم خارج از ایران برسونم، اون معجزه اصلیه ها، اون اینجاست. فراموش میکنی که اصل معجزه که برات شده دنیا نمیتونه حجمش رو دریافت بکنه. ولی آیا میدونی یا نمیدونی؟ و من بهتون قول میدم بیشتر ما نمیدونیم، و چون نمیدونیم در اون معجزه زندگی نمیکنیم. تمام کل نجات برای ما شده خلاصش رفتن به بهشت. دیگه آقا خدا منو نجاتم داد تو بهشت، از جهنم منو نجاتم داد به بهشت، ولی الان برای 30 سال آینده تو جهنم باید زندگی کنم. تمام دوخت چشم یک ایماندار رو مردم کردن یه چیز آینده، یه اتفاقی که در آینده میاد، حالا بس این زندگی کثیف رو تحمل کنن. این ملکوت خدا نیست، این دروغه. خداوند اراده تو هر آنچه که در آسمان است بر زمین بیاید. از عیسی مسیح پرسیدم ملکوت خدا کجاست؟ گفت اینجاست در میان شما. شما ملکوت خدا را در دلتون، در وجودتون دارید، ولی فکر میکنید بس یه روز بهش برسی، به خاطر اینکه باور نداری در شماست. و چون باور نداری تجربه نمی کنی. اون برادری که اونجا نشسته ملکوت خدا رو باور کرده، باور کرده که خدا میتونه امت گرجستان و ایران و ارمنستان یه جوری بهش بده، بهش یه روز میده، چون باور کرده که خدا قادره. بنابراین ملکوت خدا امروز در اونه و ساختمون بهش داده میشه، خدمت بهش داده میشه. هر جا که برمیگرده یکی میگه بذار باید کار کنم، بذار اینو بدم، بذار اونو بدم. یه دفعه به خودش میاد، من بهتون قول میدم، بهت قول میدم یه روز میاد اونقدر حجم خدمتت بزرگ میشه نمیدونی با چی کار بکنی. چرا؟ چون ملکوت خدا در شماست.
و خداوند سیستم تئولوژیش اینه، هیچی رو به من بده من همه چیز رو بهت میدم، هیچ چیز رو به من بده من همه چیز رو بهت میدم. چون شروع خلقت خدا از چی بود؟ در ابتدا زمین تهی بدون شکل و تاریک بود و همه چیز شد. یه آدم معتاد افتاده، از اجتماع افتاده‌ای که هیچکی نمیخوادش، هیچ کسی باش کاری نداره، خودش از خودش منزجره به خاطر اینکه فکر میکنه دیگه فایده‌ای برای کسی نداره، اونو به من بده من همه چیز رو ازش درست میکنم. ولی یه کسی میاد میگه خدایا من اینقدر دارم، اینو بهت میدم. اوکی، دو تا تیکه نون و 5 تا ماهی، یا 5 تا نون و 2 تا ماهی، هر چی دوست دارید، اونو به من بده، من 5000 نفر رو غذا میدم. سوال این نیست که شما چی داری و نداری، سوال اینه که خدای تو چه باوری درش داری. اسمتون چیه؟ ایماندار. بگین ایماندار. من کی هستم؟ ایماندار. ایماندار به چی هستی؟ به فیض خداوند من عیسی مسیح، که اونقدر به من محبت داره و محبت میکنه که قادر همه چیز رو در من شکل بده و همه چیز رو از من تولید کنه. وقتی عیسی مسیح اومد توی دنیا، اومد 12 آدم بدبخت و بیچاره زمان خودش رو انتخاب کرد. گوش کنید، به خاطر اینکه یه مش ماهیگیر جلیلی خب در بالاترین مقام‌های اجتماعی زمان خودشون نبودن. اتفاقا جلیلیان آدمای بهش میگه، من معذرت میخوام اهانتی نشه، من از زمان ایران 40 سال پیش تقریبا میام که میگفتن پایین شهری ها، درسته؟ مثلا میگن پایین شهری، ما شما شهری، مثلا اون پایین شهری، مثلا نمیدونم جسد میگم اونایی که اصلا خدا نباید بهشون نگاه بکنه، از اونا انتخاب کرد. اصلا سیستمش اینه. پولوسی که هم دانش داشت، هم مقام داشت، هم پوزیسیون داشت، هم قدرت داشت، بعدن میاد، ولی اول نمیاد. اون 12 نفر اول یه آدمای بسیار پیش و پا افتاده اجتماع بودن، ماهیگیر. آخه ماهیگیر که پولی نداره، ثروتی نداره، پوزیسیون اجتماعی نداره، درسته؟ هیچی نداره. خب معذرت میخوام، به خودت نگاه کن، اینقدر گله نکن که هیچی نداری، تو بهترین کاندیدای کار خدا هستی. ولی من گوشم کار میکنه، میشنوم مردم چی میگن. یه ایماندار التماس نمیکنه از باباش. بچه ها از پدرانشون نباید التماس کنن، چون کسی که به محبت باباش اعتماد داره درخواست میکنه. آمین.